حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در مجمع اقتصادی جهان به سوئیس سفر کرده، روز پنجشنبه در جمع مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی سخنرانی می‌کند. رویترز می‌نویسد هدف او جذب حمایت سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت ایران است. در این نشست مدیران شرکت‌های نفتی بی پی، انی، توتال و شل هم حضور خواهند داشت. در همین رابطه در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز اعلام کرد برای سومین ماه متوالی صادرات نفتی ایران افزایش یافته است. ساعتی پیش کامران دادخواه، اقتصاددان در بوستون، درباره نحوه افزایش این صادرات نفتی ایران به صدای آمریکا چنین گفت: با این خوشبینی که پیش آمده، با این امید این که مسائل حل بشه، بعضی از خریداران نفت ایران مقدار بیشتری را خریدند و 50,000 بشکه در روز هم برای صادرات ایران مسئله عمده ای نیست، یعنی شق القمر اینجا نشده، مسئله همچنان باید ادامه پیدا بکنه. توجه بفرمایید که اگر پتانسیل ایران رو در نظر بگیریم، ایران بایستی بتونه چیزی در حدود 4 میلیون بشکه در روز صادر کنه. در حال حاضر صحبت 2.5 هستش. مسئله عبارت از این است که نفت ایران عقب مونده، هم از نظر تکنولوژی، هم از نظر سرمایه گذاری، هم از حفظ اینکه میادین نفت حفظ بشه ایران عقب افتاد. بنابراین اگر صحبت بلند مدت رو میکنیم، این مسئله احتیاج به یک سرمایه گذاری عظیم داره و این هم حتما باید با شرکت‌های خارجی باشه. البته این چیزیست که وزیر نفت میدونه و دنبالش هست. مسئله دیگه ای باز در بلند مدت اینیست که بعضی از قوانین ایران مورد علاقه شرکت‌های خارجی نیست. به عنوان مثال این بیع متقابل برایشون قابل قبول نیست و اونا میخوان که وضعیت دیگه ای باشه. در کوتاه مدت امکانات صادرات ایران این هستش که حد اکثر اگر خیلی خیلی زور بزنن دوباره روزی 9 میلیون و خورده‌ای بشکه صادر کنن، ولی اینجا یک داستان دیگه هست و اون اینست که عراق، خود روسیه و عربستان سعودی اینها تمایلی به این ندارن که بذارن ایران وارد معرکه بشه. بنابراین این مسئله عمده ای نیست و فقط ناشی از خوشبینی و به حساب امید به این نیست که مسائل حل و فصل بشه. با آغاز اجرای توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب، جمهوری اسلامی ایران خوشبین است که بتواند صادرات نفت را افزایش دهد. کامران دادخواه درباره نحوه اجرای این توافقنامه و افق‌های ایران برای توسعه صادرات نفت این چنین می‌گوید: بسیاری تحصیلات فراهم شده. به عنوان مثال مسئله اینی که بیمه محمولات ایرانی باشه، مسئله این که بتونن کشتی‌های ایرانی و مثلا محمولات ایران این طرف اون طرف برن، این وضعیت خیلی بهتری پیدا شده، به خصوص در چند زمینه. یکیش در زمینه پتروشیمیه. به علاوه ایران دلیل بیشتری هم داره که این نفتش رو بفروشه در خارج، برای اینکه تا قبل از این این مقدار زیادی از این پولا بروکه میشد. حالا این امکان هست که حالا نه به فوریت، ولی در آینده نزدیک یا در عرض مثلا 5-6 ماه این پولا برگرده. بنابراین به این دلایل این یک حالت خوشبینی، امید به آینده ایجاد شده و راه ها باز شد. از اون طرف هم البته مسئله واردات ایران هستش. همین الان صحبت این هستش که کشورهای دیگه مثلا کالاهای دیگه رو به ایران بفروشن، لوازم یدکی برای خودروها، حتی کود شیمیایی. صحبت این بودش که امروز فکر کنم بلژیک شروع کرده به فروش کود شیمیایی به ایران. بنابراین باز این یک گشایش ایجاد شده. حالا مسئله نیست که آیا ادامه پیدا بکنه یا کسی یه سنگی توی راه بندازه.